خب دوستان، قسمی که بر شما وعده کرده بودم در این کلیپ بر شما در مورد ایجاد کردن اکاونت ای بی معلومات میتونم که چگونه میتونیم اکاونت ای بی افتتاح بکنیم یا کرییت بکنیم. قسم قبلا گفتم ای بی یکی از مشهورترین سایت های خرده فروشی جهان است که حدود 180 میلیون خریدار در ای بی خریداری میکنه همه روزه و اکاونت دارن به خاطر خریداری کردن محصولات و کالاها. اگر شما مقایسه بکنین اکاونت ای بی را با دکان های خرده فروشی که خودتان دارین، پرچون فروشی که دارین، مثلا روزانه چقدر مشتری در یک دکان داخل میشه اگر شما یک دکان فیزیکی داشته باشین و مشتری روزانه دکان شما بیاید از شما خریداری بکنه، شاید حدس بزنین از 100 نفر داخل دکان شما که در یک روز میشه همو حد اکثرش 10 نفر 12 نفرش خریداری بکنه ولی دیگرایش خریداری نمیکنه. ولی در ای بی 186 میلیون خریدار وجود داره که همه روزه داخل فروشگاه های متفاوت میرن، میبینن، چیز خوششان بیایه بر میدارن، خریداری میکنن، دوباره میبراین. پس ای پلتفرم یا سایت اینترنتی به شما ای امکان فراهم کرده جنس را که شما میخواین بفروشین به 186 میلیون نفر و بالاتر از او به نمایش بگذارین و چانسی را داشته باشین که جنستان را به فروش برسانین. خب در این ویدیو خیلی ساده و خلاصه براتون طریقی ایجاد اکاونت در ای بی را تدریس میکنم. نمیخوام که مثل افراد دیگه خیلی ویدیوها را طولانی بسازم، به موضوعات بپردازیم که ارتباط نداره. هدف ما می است که شما بتانین در بزنس دراپ شیپینگ اکسپرت شوین، پروفشنال شوین، خودتان تجارت های آنلاین برا بندازین، سود ببرین. هر فرد ما، هر دوست ما، هر همزبان ما، هموطن ما یک چیز فایده بکنه، واقعیت ما از دل جان خوشحال میشه. خب حرف پردازی بیشتر نمی کنیم، در این قسمت می آییم بالای آپشن ساین این کلک می کنیم. چون من از قبلا یک اکاونت جور کرده بودم، بر شما می آموزانم که چگونه از صفر شروع بکنین. بالای سویچ اکاونت ما کلک می کنم، اینجا کریت ان اکاونت است. شما اگر اولین بارتون باشه داخلی بیبرین اکاونت نداشته باشین، به شما می صفحه می کریت ان اکاونت می گم. در این قسمت متوجه باشین که پرسونال اکاونت انتخاب بکنین، چون اگر شما بزنس اکاونت انتخاب بکنین از شما جواز میخواید و بعض موضوعات که مرتبط به تجارت های خیلی بزرگ هست و رسما در دولت ثبت میباشه، ولی پرسونال اکاونت که شما هیچ بار مسئولیت ندارین، تمام موضوعات شخصیتان میتونین استفاده بکنین و مسئولیت بزرگتر و گرانتر از او که به دولت پاسخگو باشین نیستین. پس خیلی ساده با تمام جزئیات فردی تان میتونین که پرسونال اکاونت افتتاح بکنین. The first name، نام ابتدایی تان، من افغانی نوشته میکنم. Last name، من بزنس نوشته میکنم. ایمیل آدرس، یک ایمیل آدرس شما اختصاصی به خاطر بزنس ای بیتان یا دراپ شیپینگ ای بیتان تهیه بکنین که تمام ایمیل هایی که مربوط به شما میشه از طرف ای بی میایه، از طرف مشتری هایتان میایه. چون اگر از ایمیل های شخصی که دارین اینجا به کار ببرین، باز یکم به شما مشکل میشه. بعض اوقات ما ابتدا می کار کرده بودم در ایمیل شخصی مکم جور کرده بودم، بعض اوقات ایمیل که از طرف ای بی به ما میامد یا از مشتری میامد ما او را مس میکردم، نمیتونستم برشان در زمان زودتر یا مناسبش پاسخ ارائه بکنم، دیر میشد. یعنی از لحاظ از اینکه پروفشنال باشی یکم مشکل زا میشه. پس یک ایمیل کاملا اختصاصی به اکاونت ای بی تان، دراپ شیپینگ ای بی تان تهیه بکنیم. و
و پسوردتان یک حرف و یک عدد حداقل داشته باشه و 8 حرف باشه. ببینید create account آپشنش فعال شده. من create account دکمه را کلیک میکنم. ببینید اینجا اکانت ای بی ما افتتاح شد. در این قسمت شما ببینید چیزهایی را که ما سیف کردیم معلوم میشه اگر شما کدام چیز خوشتان به فیوریت در اینجا براتون لیستش میایه که چی چیزها را شما سیف کردین و میخواین خریداری بکنین. این تمامش کتگوری های هسته که شما میتونین خریداری بکنین. الکترونیک هست، فیشن هست، زیبایی هستک، وسایل خانه هستک، ورزش هستک، چیزهای تزیینی هستک، بخش های صنعتی هست، موتور هست و بعض چیزهای دیگه. این کتگوری های هستک که در این کتگوری ها اگر چیز جنس را شما خوشتون میتونین خریداری بکنین یا ببینین که چی چیزها در ایبی وجود داره. سر از اونها بعدا بحث خواهیم کرد. تا این جای کار ما شما یک اکاونت ایبی افتتاح کردیم که این اکاونت هم به خاطر خریداری و هم به خاطر فروش به کار بردن میشه. تا این جای کار اکاونت خریداری تکمیل شده. اگر ما بخوایم جنس راست ایبی خریداری بکنیم توسط این مقدار که ما پیش رفتیم میتونیم خریداری بکنیم، ولی اگر بخوایم بفروشیم فروشنده باشیم باید از یک سلسله تنظیمات دیگر هم انجام بدیم تا واجد شرایط فروشندگی در ایبی شویم. باز هم سرنام کلیک میکنم، سرنام فروشگاه خود کلیک کردیم، اکاونت سیتینگ. در اکاونت سیتینگ که بیاییم این بس مهم است که ما شما از کجا اکاونت خود جور میکنیم. کشورهایی که اینجا وجود داره، تمام کشورهای جهان است، خوشبختان افغانستان هم است، یعنی ما میتونیم که اکاونت ای بی از افغانستان هم داشته باشیم و به تمام نقاط جهان بفروشیم. ما این قسمت افغانستان انتخاب میکنم بخاطر دوستای ما زیادتر از افغانستان این کار آغاز بکنن بدون کدام هزینه، یک بزنس دراپ شیپینگ آنلاین با درآمد خوب هستن. آدرستان آدرس دقیق باشه، آدرس را ترجیح میتونم براتون اینجا نوشته بکنین که در اکاونت بانکیتان است. خیلی مهم است، بازم تکرار میکنم، آدرسی که در اکاونت بانکیتان هست. شما میتونین که آدرسی که در اکاونت بانکی شما هست از استیتمنت بانکیتان بگیرین. مثلا مده افغانان چهارراهی صدارت انتخاب میکنم، شهر شام کابل، استیت شام یا پروینس شام کابل، پستال کودش 1001 چون مرکز پستخوان های افغانستان دمی چهارراهی صدارت و پشتونستان قرار دارن و یک شماره تلفنتان فعال باشه، شماره تلفن انتخاب میکنین، بعدا گزینه نکس را یا کنتینیو را میگیریم. خب ما تا یک جای پیش آمدیم، تا این جای کار خوب پیش رفتیم. بحث که خیلی زیاد مهم است بحث پیمنت است. قبلا اینجا شما ببینین حالا دو آپشن است، یکی پیمنت است یکی پیپال اکاونت است، ولی با افغانستان پیونیر هم فعال بود. اکاونت ما فعلا پیونیر هم داره، پیونیرش فعال است، ولی به خاطر محدودیت و تحریمایی که تغییر نظام در افغانستان آمده پیونیر فعالیت های خود خدمات خود در افغانستان به حالت تعلیق آورده که قبلا با ایبی پارتنر بود و خدمات پیمنت و پول مشتری و فروشنده را از اینجا تنظیم میکرد، ولی حالا از افغانستان پیونیر حالت فعالیت های خود به حالت تعلیق آورده. ولی ما شما مشکل نداریم، اکاونت پیپال در افغانستان فعلا فعال نیست. پیمنت کلیک میکنیم، زمانی که پیمنت کلیک بکنیم کنتینیو میگیم. کنتینیو که گفتین اینجا شما با شما آپشن میده اد پیمنت آپشن. اد پیمنت آپشن کلیک بکنین از شما کردیت کارت یا دیبت کارت میخواید. خب خوشبختانه که کردیت کارت و دیبت کارت در افغانستان فعالیت داره، در تمام بانک های افغانستان فعالیت داره و شما میتونین بسیار راحت درخواست کردیت کارت یا ویزا کارت، ماستر کارت، هر چی باشه شما درخواست بدین. کنتینیو که بگوین اینجا
صفحه دیگه باز میشه، کارت نمبرتان هم میزنین، اکسپایریش هم، موصالش هم نوشته میکنین، سیکوریتی کود، سه عدده که پشت کارت بانکیتان هستک، یعنی در ماسترکارت و کردت کارتی هایتان، نامتان و تخلصتان. اینجا هم آدرستان اگر متفاوتر از آدرس خانیتان هستک در حساب بانکیتان میتونین نوشته بکنین، ولی اگر هر دوی شکی باشه خوب است. بعدن معلومات را که نوشته کردین کانتینیو میگین، حساب کردت کارتتان هم به اکاونت ایبیتان اضافه میشه. اضافه که شد خیلی راحت به مدت یک روز دو روز ایبی اکاونتتان ریویو میکنه، مرور میکنه، باز بر شما ایمیل میه که شما واجد شرایط لیست کردن در ایبی هستین، که در ویدیوهای بعدی ما لیست کردن یاره براتان معلوماتش ارائه میکنم که چگونه میتونین کالاها و جنس ها را در اکاونت ایبی تان لیست بکنین. بس دیگه به خاطر تنظیمات اکاونت ما بس پرسونال انفورمیشن است، اکثر پرسونال انفورمیشن کلیک بکنین، شما را از شما یک بار میخواین که پسورد تان بزنین تا وریفای شوه یا تایید شوه. در این قسمت ببینین کانتکت انفو، ایمیل آدرس و فون نمبر ما نات وریفای است. شما ایمیل آدرستان و فون نمبرتان از اینجا وریفای بکنین به خاطر هر موضوعی که براتان پیش شوه، یا بخواین در اکاونتتان در چندین موبایل یا کامپیوتر یا دسترسی داشته باشین به شما وریفیکیشن ایمیل روان میکنه، به شماره موبایلتان هم روان میکنه تا اکاونتتان وریفای شوه. اینجا کلیک میکنین، کد براتان میاد، وریفای میکنین، ایمیلتان همچنان. بعد دیگه اینجا یوزر نیم هست، شما یوزر نیم دلخواه میتونین که به خود انتخاب بکنین، هر رقمی که دوست دارین انتخاب بکنین، اونمو نام بر شما در حساب ایبیتان یا اکاونت ایبیتان با مشتری ها ظاهر میشه. من دوست دارم افغان بزنس دوست دارم که نام اکاونت ما باشه، با مشتری هم همی چیز ظاهر شوه. بازم پاسورد اینجا میزنم، پاسورد که نوشتم این قسمت ببینین اکاونت ما هم افغان بزنس شد. خب تا اینجای کار خدا کنه که مفید براتون تمام شده باشه، یاد گرفته باشین که چگونه میتونین براتون اکاونت ای بی آماده بکنین. به خاطر ویدیوهای بعدی، به خاطر جزئیات بعدی و مراحل بعدی تجارت دراپ شیپینگ در ای بی چگونه لیست بکنین و یک ریویو مکمل از صفحه ای بی براتون داشته باشم، تعقیب بکنین، لایک بکنین، کامنت بکنین، سوالاتتان انشاءالله که در خدمتتان خواهد بودم.